بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی دفتر اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه چهارم، راز شب، صفحه 17. 85. حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله می فرماید که پروردگارم هر شب بر آسمان دنیا وارد می شود. در قرآن هم می خوانیم که شبها کلام خدا در قلوب مؤمنان شدیدتر شنیده می شود و از عرفا هم مکررن نقل شده است که سحرگاهان با حضرت ایشان دیدار می کنند. همه این آیات و احادیث و ادعاها در زندگی بنده مکررن تحقق یافته است و کاملا درست است، ولی مسئله این است که چرا شب؟ مگر شب چه موقعیت ویژه دارد که خداوند به بندگانش تا این حد نزدیک می شود؟ براستی شب چیست؟ 86. بزرگترین ویژگی شب برای روح و روان آدمی همانا رجعت به خیشتن و در خود خزیدن است، به واسطه دست کشیدن از امور دنیوی و سکوت حاکم بر محیط و در خواب بودن مردمان و رهایی نفس شب زنده دار از وسوسه ناس. 87. آیا به غیر از این امور اجتماعی هیچ خاصیتی خاص هم در شب وجود دارد که مختص شب باشد؟ چرا خداوند شبها بر آسمان دنیا وارد می شود؟ مگر نه این است که خداوند مقیم دل مؤمن است چه شب و چه روز؟ 88. بخشی از ویژگی شب زنده‌داری در رجوع و استغراق مؤمن به دل خیش است که خانه خداست. 89. مسلماً خداوند مقید به شب و روز نیست، ولی شب و روز دو وضعیت از تجلی و حضور او در جهان است. 90. بزرگترین ویژگی شب همان فقدان نور آفتاب بر اهل زمین است. آیا نور آفتاب حجاب حضور پروردگار بر مؤمنان است؟ 91. به خواب رفتن که شبها ممکن می شود که خواب عمیق است، واقعه در خود رفتن است و به زبانی غرق در دل خیش شدن است و از درب دل آدمی است که آدمی پرواز می کند در آسمان دل. و رویاها حاصل این پرواز در خیشتن است. 92. خواب و رویا حاصل فقدان آفتاب است، ولذا خواب روز اصلا جایگزین خواب شب نمی شود. 93. انسان شب زنده دار سفر در دل خیش را در هوشیاری انجام می دهد و کشف و شهودها حاصل این سفر در ظلمات نفس است، در حین بیداری و هوشیاری. و گاه این سفر منجر به دیدار با خداوند می شود در غایت تاریکی شب. 94. نور خورشید انسان را از خیشتن بیرون می آورد و بر دنیا وارد می کند و انسان از خود بیگانه می شود. 95. به زبان ساده عالم خواب همان سیر انفس است و عالم بیداری و روزها هم سیر آفاق است. 96. دل در به ورود و خروج بین دنیا و آخرت، عین و غیب، طبیعت و ماورای طبیعت و زمین و آسمان است. 97. مرگ هم که خواب کامل و ابدی است، همانا ورود همیشگی انسان به جهان آخرت و ماورای طبیعت و آسمان است از درب دل خیشتن. یعنی مرگ هم واقعه در خود رفتن است و به خود پیوستن و از درب دل خود، از تن خود که ظرف دنیاست، خارج شدن. 98.
پس مردن برخلاف تصور عامه واقعی در خود خزیدن است و نه از خود جهیدن. 99. پس شب زنده‌داری هم واقعی در خود خزیدن و رجوع به خود و خود شدن است در مراتب توحید. 100. این است که اصولاً خواب را یک عبادت غریزی دانستند و نماز و دعای شب و شب زنده‌داری را هم برترین عبادات خوانده اند و مرگ را هم مقدس‌ترین واقعه زندگی و کامل‌ترین عبادت‌ها. و این است که خداوند می‌فرماید که وقتی کسی می‌میرد خدا به او بسیار نزدیک است. این تقرب الالله در حد کمال است. 101. اگر خداوند به انسان مرده از هر زمانی نزدیک تر است، پس انسان با مرگش به خود می آید و بیش از هر زمانی خودش است و این رجعت به خود عین رجعت الالله است. 102. این است که شب زنده داری که موجب رجعت به خیش است، خود به خود عین رجعت الالله است. 103. میدانیم که نور آفتاب منشأ حیات در زمین است و بدون آن حیات می‌میرد. 104. در حقیقت حیات اخروی حیات باطنی است، یعنی حیات قلبی و روحانی. 105. پس حیات اخروی که از جنس حیات عالم خواب است، حیاتی فاقد نور آفتاب است و حیات ظلمات است، مگر اینکه آدمی به نوری دیگر و برتر در خیشتن رسیده باشد که از جنس نور ایمان و یقین و معرفت است و این نور توشه آخرت و نور راه حیات پس از مرگ است. 106. انسان در شب زنده‌داری به این نور دیگر دست می‌یابد و با آن آشنا می‌شود که همان نور خداست. 107. دل درب عالم غیب است، درب ملکوت و جبروت و لاهوت آسمان هاست، آسمان هایی با آفتاب هایی دیگر و برتر و از نوری دیگر. 108. شب زنده‌داری حیات عارفان است که سالکان سیر انفس و باطن انسان و جهان هستند. 109. شب زنده‌داری وادی موت قبل از موت است. 110. شب زنده‌داری تنها راه نجات انسان از فلک زدگی است، زیرا همه بدبختی ها و جهالت ها و زلالت ها و غفلت ها و دنیا پرستی های انسان حاصل اسارت او در جبر گردش زمین به دور خورشید و جبر شب و روز است و انسان فقط از طریق شب زنده داری و فکر و ذکر شبانه از این اسارت و فلک زدگی رهایی می‌یابد و این است فوز عظیم. 111. آفتابی دیگر و برتر مقیم در دل انسان است که بایستی از خورشید فلکی روی گردانید و به آفتاب ملکی روی نمود، که این آفتاب در حقیقت همان ملکوت خورشید فلکی است، زیرا آخرت همان باطن و ملکوت دنیاست و به قول قرآن کریم هرچه در این دنیا هست در آن دنیا هم هست، ولی از نوع ملکوتی و روحانی و برتر و جاودانش. 112. و این است که جایگاه شب و روز برای اهل هدایت و معرفت حق تغییر می کند و این معنا در قرآن و احادیث مذکور است. 113. شب زنده‌داری دانشگاه عارفان است. معرفت نفس جز در شب زنده‌داری حاصل نمی آید. 114.
خداوند هر که را لایق هدایت بداند خواب شبش را می گیرد و او را برای عبادت و دیدارش برپا می کند و آیات و بینات خود و فرقان و فراغش را بر او تلاوت می کند و تعین می بخشد و از نزد خودش به او رزق می دهد و او را نور هدایت مؤمنان و حجت مردمان می سازد. همه اقطاب و اوتاد و ابدال و اولیای الهی شب زنده داران هستند. نامه پنجم خودشناسی 115. هر که خود را شناخت خدا را شناخت. این حیرت آورترین سخن بشر در تاریخ است، چرا که خودشناسی حیرت آورترین و جادویی ترین تجربه بشر است که همه انواع دیگر تجربه های بشری را تحت شعاع خود می گیرد و ماهیتش را دگرگون می سازد. و عجبا عارفان که تمام عمرشان را صرف این شعار کرده اند، کمتر از هر انسان دیگری حرفی برای گفتن از خودشان دارند، چرا که چیزی به نام خود در خود نمییابند که بخواهند در باره اش چیزی بگویند. 116. هر که روی به خود کند و به تحقیق درباره خودش بپردازد، خیلی سریع از مقابل چشم خودش محو می‌گردد و از خود فنا می‌شود و جز خدا و خلقش باقی نمی‌ماند. 117. بزرگترین ارزش خودشناسی این است که انسان از شر خودش رها می‌شود و از حقارت من خیشتن نجات می‌یابد. 118. آنان که پشت به خود هستند و عمری از خود می گریزند و اسیر اشیاء و مردمانند، لحظه ای از خود رهایی ندارند و در اسارت خود جان می کنند. ولی آن که روی به خود می کند از دام خود می رهد، زیرا جز خداوند و اراده و آثار و صفات و افعال او نمی بیند. 119. خداشناسی در عرصه الهیات و علوم دینی و فلسفه و عرفان نظری ظلمانی ترین علوم است و متکبرترین و سیاه ترین موجود را می پرورد که تمام علمش حجاب رابطه او و خداست و انسانی بیگانه تر از او نسبت به خدا نیست. 120. آخرین چیزی که از خود باقی می ماند همان اولین چیزی است که در رجوع به خود یافته می شود، یعنی صورت و جمال خیشتن. 121. آخرین یادگاری هم که از عزیزان ما پس از مرگشان برای ما در ذهن ما می ماند جمال آنهاست. 122. کمال معرفت آدمی هم درباره پروردگارش در قیامت کبرا و در واقعه لقاء الله است، یعنی جمال پروردگار همان کمال اوست. 123. آیا به راستی چند درصد مردم جمال خود را درک می کنند و برای جمال خود در نزد خود و از برای خود اهمیتی قائل هستند؟ جز عارفان واصل را با جمال کاری نیست. 124. در قرآن کریم هم روح حاکم بر دعوت الهی همانا جلب توجه بشر به جمال مخلوقات و کائنات است و تأمل در صورت موجودات. 125. حضرت رسول هم در دعایش می فرماید پروردگارا حق اشیاء را همان گونه که هستند بر من آشکار فرما. حق اشیاء همان گونه که هستند همان جمال آنهاست و سخن از حق جمال است. 126. علم و عرفان حقیقی و نهایی و ابدی در حق جمال پدیده هاست، چرا که عالم خلقت سراسر عالم جمال است و خداوند اسماء و صفات و اراده اش را در خلقت جمال بخشیده است. 127.
انسان اهل کتاب و سواد آنقدر در اجزا و مفاهیم انتزاعی و مجرد غرق شد که اصل واقعه یعنی جمال را از یاد برد. 128. عالی ترین دعایی هم که خداوند به بنده اش تلقین می کند این است که پروردگارا بر ما نظر کن، یعنی بر جمال ما بنگر. و به خصوص تأکید می فرماید که نگویید که خواسته های ما را رعایت و اجابت کن، بلکه بگویید که بر ما نظر کن، یعنی نگویید که امیال و افکار و صفات و معانی ما را رعایت کن، بلکه جمال ما را رعایت کن. 129. و نیز می فرماید آنان که از دیدار پروردگار مایوسند و یا منکرند همانها کافران هستند. 130. و کمال جهان هستی هم قیامت است که واقعه ظهور جمال حق است و این غایت خلقت است. 131. پس در دین خدا و خاصه اسلام نیز کمال در جمال است. علت کمال و خاتمیت نبوت محمدی هم در واقعه جمال اوست که دیدار با اوست. 132. بزرگترین نقص و مرض تمدن مدرن همین است که حق جمال را تباه کرده است و لذا به تخریب و تبدیل طبیعت پرداخته و دوزخ صنعت را پدید آورده است و جمال طبیعی بشر را هم تبدیل کرده است با انواع جراحی ها و بزک کردن های مصنوعی. 133. برخی میپندارند که دنیا پرستی همان جمال پرستی است، در صورتی که اتفاقاً کتمان و انکار جمال و غفلت از صورت جهان است و پرستش فایده های مادی و مصرفی و جزئی آن است. 134. علوم جزئی و مصرفی و فنی موجب انهدام جمال جهان شده است و زمین و آسمان را به فساد کشیده است و جهان را در دوزخ دود و آتش و قیر و سیمان تباه نموده است و از چشم انداخته است. 135. پس کمال معرفت نفس و عرفان هم نظر بر جمال خیشتن است و تأمل و تعمق در این جمال. چرا بر خود نظر نمی کنید؟ قرآن. و این شاه راه هدایت است. 136. چرا که خداوند از صورت خود به انسان صورت بخشیده است و از روح خود در او دمیده است و صورت انسان همان جمال روح خداست. 137. آیا براستی کسی این معارف را قلباً باور دارد؟ آیا کسی جمال خود را باور دارد که جلوه‌ای از جمال خداوند است؟ 138. آیا براستی چند درصد مردم به استثنای لحظات آرایش و بزک کردن برای نمایش به دیگران هرگز در تنهایی جمال خود را در آیینه تماشا می کنند؟ 139. آیا براستی چند درصد مردم چشم دیدن جمال خود را دارند؟ 140. آیا براستی چند درصد متفکران و حتی داعیان عرفان برای جمال خود ارزشی قائل هستند و تحمل جمال را در خود پیگیری می کنند و در باره اش تأمل دارند؟ 141. انسان فقط در سرآغاز نوجوانی به ناگاه متوجه جمال خود در آینه می شود و از این تماشا سرمست شده و احساس الهی می یابد، ولی به سرعت خود را فراموش کرده و از یاد خود می رود و در خود نمایی هایش به مردمان گم و گور می شود. 142.
می دانیم که تماشای جمال خود در آینه، به خصوص قبل و بعد نماز، از امور عبادی در اسلام است. همچنین آرایش و نظافت و تزیین صورت خود به هنگام نماز از مستحبات معروف است، چرا که قرار است خداوند در نماز بر بنده اش نظر کند. 143. آیا واقعی برتر و مقدستر از آفرینش هست؟ و این یعنی پیدایش صورت ها. 144. خداوند می فرماید که چون دوست داشتم خود را معرفی کنم، دست به کار خلقت زدم. پس جهان هستی عرصه ظهور جمال خالق از پرده غیب و عدم است در سلسله مراتب ظهور. 145. و انسان خلیفه خداست، یعنی صورت و سیرت آدمی و جمال روح او از خداست، زیرا خدا بر جای آدم نشسته است و آدم بر جای خدا، یعنی آنچه که از خود میابیم و میبینیم همان خداست و این است که خودشناسی عین خداشناسی است. 146. آنچه که آدمی را از تماشای جمالش و از پرداختن به روح و روانش فراری می کند، احساس بیگانگی او نسبت به خیشتن است و این بیگانگی عین حقیقت است، زیرا این خداست که بر جای آدم نشسته است، همانطور که خودش فرموده که از صورت و روح و علم خودش به آدم داده است. پس گریز انسان از خیشتن عین گریز او از خداست. 147. اگر صورت و روح و علم آدمی تماما از خداست و خدایی است، پس خود آدم کیست؟ 148. خود آدم همان کسی است که در آدم میگوید من. آدمی جز من نیست و این من یک موجود مطلقاً غیبی و فرضی و مفروض است، یک ایده محض و مطلق است. آدمی است که نامش من است، ولی صورت و روح و علمش همه از خداست. 149. حال این خود آدمی و مفروض و مفقود قرار است وجود یابد و این وجود یابی جز در طریق شناخت خدا ممکن نمی شود، خدایی که خود من است. 150. پس این خدا نیست که غایب است، خدا حاضر است و این آدم است که غایب و عدم است، و لذا غایب از اسمای خدا نیست و حاضر از اسمای اوست. 151. پس خدا در آدم حاضر است و آدم در خدا غایب است. 152. از آدمیت و موجودیت خود هیچ نام و نشانی جز خود در دست نداریم و ما بقی هرچه هست خداست، در صورت و سیرت و علم و ادراک و جان و روح. 153. و فقط با مرگ است که برای اولین بار با تمامیت موجودیت خود روبرو می شویم، آنگاه که صورت و روح هر دو از ما می رود به سوی صاحب اصلیش. 154. آیا به راستی با مرگ من چه چیزی از ما می ماند؟ 155. این نیز از حماقت معرفت دینی ماست که میپنداریم پس از مرگ با روح خود زندگی میکنیم، در حالی که در حدیث قدسی آمده است که با مرگ من روح به سوی او باز میگردد، پس از ما چه میماند؟ 156. با مرگ من هر آنچه که از خود شناختیم و یافتیم و شدیم همان میماند، یعنی نفس که در عربی به معنای خود است. 157.
مسلماً خود ما داشته های دنیوی ما نیست، زیرا از ما جدا می شود، پس از ما چه می ماند؟ 158. خود ما در همه حال همان درک و کشف و باور من در باره خداییت ماست. به میزانی که خدا را در خود و خود را در خدا یافتیم، این است توشه هستی ما در آخرت و حیات جاوید. 159. آن خداشناسی که با مرگ ما از ما میماند، الهیات فلسفی و فرضیات عرفانی و اعتقادات موروثی و آموزه‌ای نیست، بلکه مشاهدات و ادراک الهی ما در خود ماست که خود را از یک ایده عدمی محض به عرصه موجودیت می آورد. و این است که علی علیه السلام می فرماید که براستی هر که خود را نشناخت نابوده است. 160. آنچه که برزخ و دوزخ نامیده می شود همان خود عدمی و مفروض ماست که هیچ نور و نشان و مشاهده و یقینی از خداوند در خود ندارد و نیافته است. 161. توشه آخرت آدمی جز خدا نیست، زیرا فقط خداست که باقی است. 162. پس اگر خدایی در خود یافته ایم، وجودی یافته ایم و با مرگ من با دوزخ که همان تجربه نابودی است روبرو نمی شویم. 163. پس در آیین آنقدر بر این بیگانه یعنی خود نگاه کنید تا آشنا شود و خود آ شود. هرگاه که خود همان خود آ شد، توحید حاصل شده و انسان از عدم به وجود آمده است. پس چرا بر خود نظر نمی کنید؟ قرآن. چرا چشم دیدن خدا را ندارید؟ نگاه کنید تا بینا شوید و زیبا شوید و خود آ شوید. نامه ششم ناجی موعود. 164. افسانه ناجی موعود نیز همچون همه باورهای دینی بشر در طول تاریخ معجونی از جهل و جنون و مالیخولیا است و تا آنجا رفته است که خود تبدیل به عنصری ضد نجات شده است و خصم هر نجاتی راستین است و مهد دجالیت. 165. بنده تمام عمرم را بلا وقت مشغول اندیشه و تحقیق درباره چند موضوع کلیدی بودم: مسئله آدم و حوا، یعنی رابطه زن و مرد، تکنولوژی و نجات و امام زمان و ناجی موعود. ولذا همه آثارم بر محور این سه امر بسیج شده است. 164. ولی مسئله ناجی موعود و امام زمان غایت و کمال همه آثار من است و ترجیع بنده همه اندیشه ها و آرای بنده محسوب می شود، به طوری که مجموعه آثارم را بایستی دائرت المعارف امام شناسی نامید. 167. و این مسئله صرفاً امری تئوریک هم نبوده است، بلکه پای به پای تفکرات و تألیفاتم مشغول خدمت به مردم و نجات آنها از انواع بدبختی ها بودم و ادعا می کنم که در این دوران کسی چون بنده با دردهای بشر مدرن دست و پنجه نرم نکرده است و بزرگترین طبیب و حبیب 72 ملت و مذهب بودم و هیچ کس انسان مدرن را چون من نمی شناسد، از اشراف تا عوام، از غنی تا فقیر، از روستایی تا شهری، از بی سواد تا دکتر و متخصص و از کافر تا مؤمن، از زن تا مرد و کودک و از قاضی تا مجرم و از حاکم تا محکوم. و در این راه تمام هستیم را قربانی کردم و کسی چون من چنین نکرده است. 168.
پس طبیعی است که هیچ کس چون من درباره نجات و ناجی موعود و امام زمان تفکر و تأمل نداشته باشد و با این معنا با تمام وجودم عجین هستم. 169. ادعا می کنم که هر کسی که از من طلب نجات نمود نجات یافت بی هیچ رنج و هزینه و مزد و منتی. 170. ولی تا به امروز اغلب قریب به اتفاق کسانی که به واسطه بنده نجات یافتند پس از مدتی دوباره به جهل و جنون و مفاسد گذشته خود بازگشتند و به عذابهایی برتر مبتلا شدند و هیچ کس هم از دیگران عبرت نگرفت. 171. یعنی بنده خود ناجی موعود همه روابط اجتماعی خود بودم به معنای کامل کلمه. 172. هر کسی از هر عذاب و ناکامی و بدبختی و مرض و فساد و مصیبتی که داشت به آنی نجات یافت و به وضعی رسید که به اعتراف خودش عین بهشت موعود بود که در تصورش هم نمی گنجید، ولی قدر این نجات را ندانست و به زودی از دستش داد. این یعنی چه؟ 173. این بدان معناست که بشریت هنوز لایق نجات نشده و استحقاق رستگاری نیافته است. 174. این بدان معناست که بشریت هنوز بایستی عذابها بکشد و عذابهای شدیدتر و غلیظتر و لاعلاجتر و سوزاننده‌تر و نابود کننده تری را باید تجربه کند تا آنجا که آرزوی نابودی کند و این آستانه نجات است. 175. این بدان معناست که بشریت نیازمند معرفتی بیشتر و عمیق‌تر است درباره خودش و زمانش و جهانی که در آن زندگی می‌کند و درباره همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌هایش و درباره معنای خیر و شر و سعادت و شقاوت و عذاب و نجات و راست و دروغ و نیز درباره ماهیت علم و جهلش و کفر و ایمانش. 176. و مجموعه آثارم مهیا کننده روان و اندیشه بشر برای رسیدن به استحقاق نجات است و این آثار چون به دست بشریت برسد و تبدیل به یک فرهنگ واحد جهانی شود آنگاه آماده ظهور جهانی ناجی موعود خواهد بود. 177. آثار بنده فرهنگ نجات جهانی را فراهم می آورد. این فرهنگ امام زمان است، فرهنگ نجات. 178. در هر دوران و به هر زمین و زمانی ناجی موعود وجود دارد، ولی مردمان آماده نجات نیستند و هنوز به جهل و جنون و جهنم خود دلخوش هستند. تا از تمامیت خود و علم و عقل و دین و سعادت و طرز فکر خود مایوس نشوند و از زمانی که خود و هر آنچه که پیشرفت و سعادت و خوشی نامیده می شود دل نکنند، هنوز آماده نجات نیستند. ناجی و امام زمان همواره حاضر است. این مردمند که غایب هستند. 179. با این حال هر فردی در هر کجای عالم که به این استحقاق نجات رسیده باشد به واسطه یک ناجی زنده نجات خواهد یافت و هیچ تبعیضی در کار نیست و قرار نیست که کسی به آتش جهل و مفاسد دیگران بسوزد، زیرا خداوند عادل و مهربان است. آنچه که از نجات دادن برتر و مقدم بران است بیدار کردن است از خواب جهل و جنونی که نامش پیش رفت و دیانت است. 180.
امروز دو دجال جهانی داریم، دجالی که در لباس علم و تکنولوژی و پیشرفت و رفاه پنهان است و دجالی که در لباس دین و عرفان و معنویت و آزادی و برابری و عشق پنهان است. و بنده این هر دو دجال را در سراسر جهان رسوا کردم. 181. بنده با قلم خیش دجالی ها را به قتل رسانیدم و مدتی به طول می کشد تا خونش کاملا بریزد و بمیرد تا بشریت بیدار شود. 182. می دانیم که مسیح و مهدی با هم ظهور می کنند. مهدی بیدار کننده عقول و قلوب است و مسیح هم شفاعت کننده بدبختی خواست. و بنده در این عصر این هر دو رسالت را برای برخی از مردمان به انجام رسانیدم، ولی رسالت ماندگار من، رسالت مهدوی من است که عرفان من است که جهان را برای مسیح و مهدی آماده می کند. این هر دو با من و در من بودند، مسیحیت و مهدویت. این مصداق و تعبیر آن رؤیای 15 سال پیش من است، یعنی واقعه تداخل ماه و خورشید و وحدت این دو در وجود بنده، مسیح و مهدی. من در کمال و جمال مظهر وحدت این دو هستم. 183. بنابراین اگر بشریت آماده می بود، این ماه و خورشید یعنی مسیح و مهدی از وجودم پا به عرصه ظهور می نهادند و نجات جهانی آغاز می شد. به هر حال ظهور بسیار نزدیک است و مسیح و مهدی از آسمان های برتر پا بر زمین نهاده اند و وجودم زمین این دو است. و خداوند هرگاه اراده کند این ظهور محقق می شود و من به پای ظهور این دو قربانی خواهم شد. نامه هفتم، دوست داشتن. 184. دوست داشتن یکی از رایج‌ترین الفاظ و مفاهیم موجود در گویش روزمره و فرهنگ عامه بشری در جهان است و با این حال یکی از مبهمترین واژه هاست که اساس بیشترین سوء تفاهمات نیز می باشد. 185. وقتی به کسی می گوییم که دوستت دارم، منظورمان از ادای این واژه چیست؟ دوست داشتن بیان نوع و وضعیتی از رابطه بین دو انسان است. آیا اصولاً چند نوع رابطه بشری داریم؟ 186. آدم‌ها از روابطی که با یکدیگر دارند یا لذت می‌برند و یا رنج می‌کشند. نوع اول دوست داشتنی و دوستانه است و نوع دیگر نفرت انگیز است. نوع اول مایل به استمرار و تقویت رابطه است و نوع دوم هم میل به قطع رابطه دارد. 187. دوست داشتن و دوستی یکی از انواع رابطه نیست، بلکه وضعیتی از رابطه است که میتواند در هر یک از انواع روابط بشری حاکم شود. مثلا رابطه بین افراد یک خانواده می تواند دوستانه هم باشد یا نباشد. رابطه بین دو همکار یا شریک می تواند دوستانه هم باشد یا نباشد. رابطه بین دو همسایه یا دو همسر نیز همین گونه است. 188. پس دوستی وضعی از روابط بین افراد بشر است که حتی بدون هیچ نیازی هم میتواند ادامه یابد و بدون هر شرط و قاعده و جبری مایل به استمرار رابطه است. 189.
دوتا شریک خوب و موفق یا دوتا زن و شوهر موفق یا دوتا همسایه و همکار موفق آنهایی هستند که در ورای آن اصول و قواعد و شرایط و جبرهایی که آنها را به هم مربوط کرده است باز هم میل به ادامه رابطه دارند و اگر زمینه دنیوی و جبری ارتباط هم از بین برود باز هم ارتباطشان ادامه می‌یابد. 190. پس دوستی و دوست داشتن رابطه ای فوق دنیوی و ماورای وظیفه و قوانین و قید و شرط است. 191. آیا براستی اساس و منشأ دوستی و دوست داشتن از کجاست و به کجا می رود؟ 192. می توان گفت دوستی همان رابطه روحانی بین دو انسان است که از قلمرو به نیازهای مادی و مشروط خارج است و نیز از قلمرو به اراده ذهنی و منطقی بشر هم خارج است. 193. آنچه که دوستی و دوست داشتن را آلوده می کند و به فساد می کشد و از بین می برد نیازها و توقعات و قید و شرط هایی است که در رابطه پدید می آید. 194. و هیچ دوستی هم نیست که به نیازهای متقابل مبتلا نشود و توقعات دنیوی پدید نیاورد و بالاخره دوستی را تباه نسازد و چه بسا مبدل به عداوت نکند. 195. هر دوستی و دوست داشتنی با یک احساس آشنایی ناخودآگاه و ذاتی و فوق منطقی آغاز می شود که در حقیقت بایستی آن را آشنایی بین دو روح دانست. ولذا یکی از نخستین سوالاتی که در آغاز هر دوستی بر زبان می آید این است که آیا من تو را در جایی ندیدم؟ این سوال چه بر زبان آید یا نیاید در ذات هر دوستی حضور دارد و همین سوال آن گوهری روحانی دوستی هاست که موجب اعتمادی ما برای طبیعی می شود و همین اعتماد در بسیاری از دوستی ها بالاخره فرو می پاشد و لعن می گردد و نوعی فریب تلقی می گردد که هر یک به طرف مقابل نسبت می دهد. 196. به هر حال روابط دوستانه را بایستی نوعی رابطه روحانی دانست که علتش خود خداوند است. 197. بسیاری از سرنوشت ها معلول این دوستی خواست، همانطور که در قرآن کریم هم می خوانیم که هر کسی به همراه یک دوست به بهشت یا دوزخ وارد می شود. بر این اساس باید ادعا کرد که سرنوشت هر کسی در رابطه با یک دوست نوشته می شود و هیچ کس به تنهایی سرنوشت خود را رقم نمی زند. 198. این بدان معناست که دوستی موتور محرکه خلاقیت ها و رشد آدمی در مسیر خیر یا شر است و هیچ کس به تنهایی به هیچ سوی حرکت نمی کند و هیچ کار بزرگی انجام نمی دهد و شهامت آزمون اعماق ناشناخته حیات و هستی خود را ندارد. 199. آنان که هرگز دوستی دائمی و عمیق ندارند هرگز از حیطه ی حیات جانوری خود خارج نمی شوند و بلکه حتی ابعاد و اعماق حیات جانوری خود را هم نمی کاوند و دارای حیاتی نباتی هستند. 200. و به تجربه نیز می‌یابیم که در هر رابطه دوستانه یکی در جایگاه مراد و امام قرار دارد و دیگری هم در مقام مرید و مأموم است و این امر طبیعی و خود به خود رخ می‌دهد. 201. بدین ترتیب از منظر اعتقاد و معرفت اسلامی دوستی همان تجلی زمینی ولایت حق در روابط بشری است در سلسله مراتبی که از غایت کفر و جهل و زلالت تا کمال ایمان و معرفت و محبت حضور دارد.
از ولایت شیطانی تا ولایت عرفانی، سلسله مراتب ولایت خداوند و اراده او در آحاد بشر بر روی زمین است. و این بدان معناست که هیچ کس بدون امام نیست، به طور مستقیم و آگاهانه یا غیر مستقیم و جاهلانه. 202 تعهد و وفای هر کسی در قبال دوستش همان محک و میزان سنجش آدمیت اوست که نوع سرنوشت او را رقم میزند. و مهم نیست که طرف مقابلش چه کرده باشد و چگونه آدمی باشد. 203 هر که به دوست خود خیانت کرد به خودش خیانت کرده است و پس از آن به دام دوستی پلید و خائن می افتد و به سوی دوزخ زلالت می رود. 204 البته کم نیستند مردمی که هرگز دوستی نمی گیرند و زندگی گلعی و توده‌ای دارند و پیرو و مقلد زمانند و به جبرهای حاکم زیست می کنند. و اکثر مردم این گونه‌اند که البته به طور غیر مستقیم و چه بسا ناآگاه تحت ولایت طاغوت‌های زمانه‌اند. 205 انسان‌های موفق و بزرگ و اثرگذار در امور دنیا و دین و معنا و علم و عرفان و اقتصاد و سیاست از گروه حیات توده‌ای نیستند، یعنی دارای دوستانی مستقیم هستند و دو نفری مبادرت به کارهای بزرگ می کنند، چه در راه هدایت و چه زلالت، و اینان امامان مردمانند. نامه هشتم، تلاوت، تعبیل و تنزیل قرآن. 206 در قرآن کریم ده ها بار آمده است که این کتاب برای عامه توده هاست و فهم آن بسیار آسان است، پس چرا کسی پند نمی گیرد و نمی آموزد و هدایت نمی شود؟ 207 اگر چنین است که خداوند درباره کتابش می فرماید، پس چرا این همه مفسر پیدا شده است که به مردم اجازه فهم قرآن را نمی دهند و بلکه تلاش در فهم قرآن بدون واسطه این مفسران نوعی الحاد و ارتداد تلقی می شود؟ این چه رازی است؟ 208 اگر بدون تفسیر نمیتوان به حقایق و نور هدایت قرآنی دست یافت، پس همه مردمان بایستی به حوزه های دینی بروند و تمام عمر خود را صرف این علوم نمایند که البته چنین امری محال است. پس راز آسان بودن قرآن برای عامه مردمان چیست؟ 209 و این تازه معمای هدایت اعراب است و وای به حال عجم که حتی معنی ظاهری آیات را هم نمی داند و وای به حال بی سواد که حتی الفاظش را هم نمی داند. 210 به راستی مسئله چیست؟ هدایت آسان قرآن برای عامه مردمان چه رازی است؟ زیرا خداوند مردمان را مستقیما دعوت به قرآن کرده است تا متذکر شده و هدایت شوند و هرگز آنان را به مفسران و واسطه ها رجوع نداده است. 211 از کل قرآن آشکارا در میابیم که این کتاب نسخه عمل نیست، بلکه نسخه عملی را بایستی از رسولان و اولیای امر دریافت. کتاب قرآن کتاب ذکر است، یعنی به یاد آوردن خدا، و نیز کتاب تفکر در آیات الهی است که اساس ذکر است. 212 برخی میپندارند که منظور از آیات همان کلمات قرآن است، در حالی که آیات چیزی جز موجودات جهان هستی نیست و لذا بخش عمده قرآن سخن از موجودات جهان است و دعوت به تفکر درباره این موجودات و ذکر به معنای به یاد آوردن خداوند هم حاصل این تفکر است.
و هر که در جهان و جهانیان تفکر کند مشغول تأویل جهان و قرآن است و آن تأویل هم خود خداوند خالق است. ذکر 213. یعنی آیات قرآنی همان زمین و آسمان ها و موجودات جهان هستند و هر که درباره این جهان هستی و موجوداتش تفکر و تأمل و نظر کند خداوند را به یاد می آورد و این است هدایت قرآنی. البته این کار برای هر انسانی با سواد یا بی سواد و عرب یا عجم امکان پذیر است، یعنی انسان اهل قرآن انسان متفکر درباره جهان و جهانیان است و این است تلاوت قرآن و هدایت آن. 214. پس اهل قرآن کسی است که اهل تفکر و نظر است درباره جهان و جهانیان و به خصوص وجود خودش که برترین آیات جهان است و اشرف آیات. این است تلاوت قرآن که هیچ نیازی به عمری تحصیل ادبیات عرب و علم کلام و تفسیر و حدیث و فلسفه و امثالهم ندارد و این است راز آسانی قرآن برای عامه مردمان جهت هدایت و ذکر پروردگار و این است که اکثریت قریب به اتفاق سوره های قرآن به نام موجودات جهان است: گاو، عنکبوت، مورچه، انسان، جن، ملائک، پیامبران و غیره، و هر که اهل این تفکر باشد مشمول نزوله